ازبکستان و روسیه در مسکو. ادامه تنش‌ها بر سر انتخاب رئیس ولسی جرگه و تعطیلی مجلس تا پس از عید فطر. نگرانی باشندگان ولسوالی‌های بهسوت ولایت میدان برجک از احتمال حمله مجدد مهاجمان مسلح. و برکناری صدر اعظم اتریش از سوی پارلمان این کشور. سلام، سلام و وقتتون بخیر. با بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز سه‌شنبه هفتم جوزای سال 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه می سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. از صدومین سالگرد مناسبات دیپلماتیک میان روسیه و افغانستان در مسکو گرامی داشت شد. وزیر امور خارجه روسیه در این نشست میگوید که جنگ افغانستان را حل نظامی ندارد و تنها با بکارگیری ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک میتوان سال را در این کشور آورد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز در این نشست با اشاره به گذشته روابط افغانستان و روسیه افزود که به نمایندگی از مردم افغانستان از نقش روسیه در گفتگوهای سال استقبال می کند. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان نیز در این نشست گفت که جنبش طالبان متعهد به صلح است و از برقراری آرامش و امنیت در افغانستان پشتیبانی می کند. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در این نشست تحقق صلح و ختم جنگ در کشور را آرزوی مردم افغانستان دانست. استاد خلیلی تأکید کرد که زمان به صلح پایدار دست خواهیم یافت که مذاکرات بین الافغانی جریان پیدا کند و باید با یک میکانیزم شفاف و عادلانه پیگیری شود. از صدومین سالگرد مناسبات دیپلماتیک میان روسیه و افغانستان در مسکو تجلیل شد. در نشست سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، حنیف اتمر، محمد محقق، عطا محمد نور، مولوی عبدالله قرلق، نماینده جنرال عبدالرشید دوستم و شمار دیگر از شخصیت های سیاسی شرکت کرده اند. و همچنان هیئت 14 نفری طالبان نیز به رهبری ملا عبدالغنی برادر در این نشست حضور یافتند. سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانیش در کنفرانس صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک روسیه افغانستان گفت که جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد و تنها با بکارگیری ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک میتوان صلح را در این کشور آورد. وزیر خارجه روسیه از تمام احزاب و سیاسیون افغان خواست تا در اسرع وقت با مشارکت طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی شروع به مذاکره کنند. او همچنان افزود که روسیه طرفدار خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است و از این ایده حمایت میکند. روسیه متقاعد شده است که جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد. تنها میتوان با بکارگیری ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک صلح را در این کشور آورد. ما از خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور حمایت میکنیم و از تمام احزاب و سیاسیون افغان میخواهیم تا در اسرع وقت با مشارکت طیف وسیع از نیروهای سیاسی و اجتماعی شروع به مذاکره کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز در این نشست با اشاره به گذشته روابط افغانستان و روسیه افزود که داشتن یک روابط همه جانبه با روسیه از دید مردم افغانستان دارای مزیت‌های زیاد است.
و افزود که افغانستان خواهان رابط دوستانه با همه کشورها مخصوصا کشورهای منطقه و همسایه است. داشتن یک رابطه وسیع و همه جانبه با فدراسیون روسیه از دید مردم ما و حضور فعال این کشور در صحنه بین‌المللی دارای اهمیت خاص می باشد. این رابطه به زیان هیچ کشور دیگری نبوده، بلکه ما می خواهیم تا یک رابطه متوازن مبتنی بر دوستی و همکاری با همه کشورهای جهان را و خصوص با کشورهای منطقه خود و همسایگان خود داشته باشیم. حضور یک روسیه نیرومند در جهان و منطقه برای تأمین امنیت و ثبات مسئول همه ما می باشد. ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان که برای اولین بار مقابل دوربین ظاهر شده است، نیز میگوید جنبش طالبان خواستار بهبود روابط با روسیه می باشد. ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان نیز از بهبود روابط این گروه با فدراسیون روسیه سخن گفت. ملا برادر همچنان گفت جنبش طالبان متعهد به صلح است و از برقراری آرامش و امنیت در افغانستان پشتیبانی می کند. اما بعد در هر سمه که در مجلس طول گندانوانو تا سلامون اولانده کنم او دیر خوشم مست هست در روسیه در حکومت صدامنه نکم چه مست در زمینه در نستی و در مجلس برا برا کرده انشاءالله سویم استاد محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در این نشست تحقق صلح و ختم جنگ در کشور را آرزوی مردم افغانستان دانست. استاد خلیلی ضمن قدردانی از کشورهای کمک کننده به پروسه صلح افغانستان افزود که صلح پایدار زمانی در کشور تحقق خواهد یافت که با یک مکانیزم شفاف و عادلانه برای هر دو طرف صورت گیرد. وی همچنان تأکید کرد که زمان به صلح پایدار دست خواهیم یافت که مذاکرات بین الافغانی جریان پیدا کند. استاد خلیلی افزود که در پروسه صلح روحیه تسلیمی از هر دو طرف به هیچ وجه قابل قبول نیست. صلح پایدار زمان تحقق پیدا می کند که با یک مکانیزم عادلانه و شفاف از بسیار عادلانه برای هر دو طرف. روحی تسلیمی به هیچ وجه قابل قبول نیست. نه تحریک طالبان تسلیمی طرف می شود، نه این طرف تسلیمی تحریک طالبان خواهد شد. فضای امروز، جهان امروز کاملا تغییر کرده. ما نیاز داریم که با یک مکانیزم بسیار عادلانه و عزتمندانه برای هر دو طرف جنگ را خاتمه بده. دیگه افغان کشی رو شاهد نباشیم و مسلمان کشی رو در افغانستان شاهد نباشیم. رئیس شورای عالی صلح از اشتراک کنندگان این نشست خواست که همه دست به دست هم داده و از این نشست نتیجه به دست بیاورند که برای برداشتن گام های بعدی که منجر به تأمین صلح در کشور شود. حنیف اطمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی، از دیگر اشتراک کنندگان این نشست گفت امیدوار است صدمین سالگرد رابط دیپلماتیک روسیه و افغانستان فصل نو در رابط دو کشور باشد. او همچنان بر برقراری صلح پایدار در کشور تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این نشست آغاز جدی مذاکرات بین الافغانی با حمایت دولت روسیه، آمریکا، چین و دیگر کشورهای منطقه باشد. جو منطقوی و بین المللی بر صلح در افغانستان مساعدتر شود. نقش دولت روسیه در این راستا نقش مهمی است. مردم ما آرزو ندارند افغانستان به کشور منازعه و تقابل قدرت ها مبدل شد. مردم ما آرزو دارد که افغانستان به منطقه همکاری منطقه و جهان مبدل شد. محمد محقق، معاون ریاست اجرایی حکومت، از دیگر سخنوران این نشست بود. او بر قطع جنگ و خونریزی در کشور تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این نشست فرصتی باشد که زبان همدیگر را بفهمند. عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت، نیز در نشست گفت که خواهان تأمین رابط خوب با طالبان هست و انتظار صلح واقعی را از آنها دارد. مولوی عبدالله قرلق، نماینده جنرال عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهور، نیز در نشست صلح را ضرورت مبرم مردم افغانستان دانسته
و تأکید کرد که جنگ کنونی راه حل مشکلات موجود در کشور نیست. بخش اول نشست که تجلیل از صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه بود پایان یافت و نشست های بعدی میان چهره های سیاسی افغانستان و گروه طالبان امروز و فردا ادامه می‌یابد. ولوسی جرگا بدون دستیابی به نتیجه در مورد انتخاب رئیس این مجلس تا پس از عید فطر تعطیل شد. شماره از اعضای ولوسی جرگا اما تعطیل شدن مجلس را خلاف قانون می‌دانند و می‌گویند که اعضای ولوسی جرگا حق تعطیل اعلام کردن جلسات را ندارد. به گفته آنان رخصتی خودسرانه مجلس خلاف اصول وظایف داخلی و جفا در حق ملت است. اما شمار دیگر از اعضای ولوسی جرگا میگویند که برخی از وکلا به حج رفتند و برخی دیگر به خاطر عید به ولایتشان رفتند و مجلس به دلیل تکمیل نبودن نصاب تا پس از عید فطر تعطیل است. 11 روز است که اعضای ولوسی جرگا نتوانستند که جنجال و تنش پیش آمده بر سر انتخاب رئیس مجلس را حل کنند. تنش موجود ادامه یک کار مجلس را به بنبست کشانده و این بنبست با گذشت هر روز پیچیده تر می شود و هیچ تلاش هم تا کنون گره از کار را نگشوده است. با گذشت هر روز دودستگی ها افزایش می‌یابد و به جای گشوده شدن بنبست موانع دیگری نیز بر سر راه آن علاوه می‌شود. اعضای ولوسی جرگا امروز نیز بدون اینکه به نتیجه در مورد انتخاب رئیس مجلس دست یابند تا پس از عید فطر مجلس را تعطیل کردند. با گذشت بیش از 10 روز با اینکه تنش‌ها در ولوسی جرگا خاتمه نمی‌یابد بلکه همه روزه با این پیچیدگی‌ها افزوده نیز می‌شود. امروز در کنار سایر دودستگی و تنش‌ها شماری از اعضای ولوسی جرگا اعلام کردند که جلسه سر از فردا تعطیل است، اما شمار دیگر از آنان بر ادامه نشست تاکید دارند. شماره از اعضای ولوسی جرگا تکمیل نبودن نصاب را دلیل این رخصتی اعلام کرده و می گویند که شماره از اعضای مجلس به سفر حج رفته و نصاب مجلس برای ادامه نشست ها تکمیل نیست. یک تعداد خارج تشریف بردن، یک تعداد به حج عمره رفتن، یک تعداد وکیل صاحبان به ولایت سفر نمودن و می خاطر امروز با اکثریت آرا پارلمان تصمیم گرفت که الا اخیر یا بعد از عید سعید فطر پارلمان رخصت باشه و بعد از او جلسات نرمال خود ما ادامه بدیم. امروز با اکثریت آرا مجلس تصمیم گرفت که باید تا بعد از این رخصتی باید باشه، به خاطر اینکه یک تعداد از وکیل صاحبا به حج رفته بودند و یک تعداد دیگه هم خانه هایش دور بود که نزدیک عید بود مشکل داشت. شمار دیگر از آنان اما تعطیلی مجلس را غیر قانونی و خلاف وظایف داخلی ولوسی جرگا می دانند. امروز نمیفهم که باز دیگه چرا قم شد. یک تعداد گفته که نزدیک سال عید است بر رخصتی برن، یک تعداد دیگه تایید نکردن. هیچ چوک دیگه صلاحیت نداره چه تالار رخصت که مطابق دی اصول وظایف داخلی مونگ رئیس نلرو بنان چوک تالار نشه رخصت اولای. این در حال است که قرار بود امروز برای تعیین سرنوشت یک رأی باطل اعلام شده رأی گیری شود، اما با اینکه رأی گیری صورت نگرفت اختلاف دیگر نیز میان اعضای مجلس اضافه شد. با ختم امروز 11مین روز از تنش های این مجلس نیز به پایان رسید و هنوز هم مشخص نیست که این جنجال ها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. شماره از فعالان مدنی ولسوالی های بهزوت ولایت میدان وردک از احتمال حمله دوباره مهاجمان مسلح بر باشندگان مناطق بهزوت و دایمیرداد هشدار دادند. آنان با ابراز نگرانی از تحرکات اخیر مهاجمان مسلح از حکومت می‌خواهند که جلوه حمله مهاجمان مسلح بر مردم دهنشین را بگیرد. فعالان مدنی هشدار می‌دهند که در صورت بروز هر گونه فاجعه انسانی در ولسوالی‌های بهزوت میدان وردک به دست مهاجمان مسلح عواقب و مسئولیت آن به دوش حکومت خواهد بود. شماری از فعالان مدنی در یک نشست خبری در کابل از احتمال حمله دیگر از سوی مهاجمان مسلح در ولسوالی های بهسود و دایمرداد ولایت میدان وردک ابراز نگرانی کردند. آنان میگویند که مهاجمان مسلح یک بار دیگر میخواهند که بالای مناطق از بهسود و دایمرداد ولایت میدان وردک حمله کنند.
فعالان مدنی هشدار می‌دهند که اگر حکومت جلوی حمله مهاجمان مسلح بر مردم دهنشین را نگیرد، فاجعه انسانی در این ولسوالی‌ها رخ خواهد داد. و از عدم مشارکت ناعادلانه در ادارات ملکی و نظامی گرفته تا برخورد تبعیض آمیز در ادارات محلی و از نام بودن شاهراه کابل میدان وردک گرفته، نیروهای مخالف مسلح در این مسیر از نابرابری‌های پروژه‌های انکشافی گرفته تا محرومیت در تصامیمات سیاسی و امنیتی ولایت میدان وردک، همه و همه را نشانگر بی‌عدالتی، تبعیض و ستم در این ولایت میدانیم. تهدیدات امنیتی بسیار شدید است و شما هم شنیدین که 25 رمضان را اعلان کرده که ما ساحات ولایت ولسوالی های مرکزی را طالبا و کوچینماها گفته ما میگیریم. پس بنان این مردم دهنشین که هیچ نیروی امنیتی و هیچ کسی را که پشتبند سیاسی و امنیتی ندارن، اینا گناهشان چی باید کرد؟ فعالان مدنی همچنان هشدار می‌دهند که در صورت بروز کدام فاجعه انسانی در ولسوالی‌های بهسود میدان وردک به دست مهاجمان مسلح، عواقب و مسئولیت آن به دوش حکومت خواهد بود. آنان می‌گویند که رئیس جمهور غنی در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری گذشته وعده داده بود که مازل کوچی و روستانشینان در ولایت میدان وردک را به صورت اساسی حل می‌کند، اما تا هنوز این وعده جنبه عملی پیدا نکرده است. فعالان مدنی از حکومت می‌خواهند که هرچه زودتر به معضل موجود میان کوچی‌ها و مردم مناطق مرکزی را خاتمه دهند. رئیس جمهور غنی 5 سال قبل در کمپاین‌های ریاست جمهوریشان وعده آبادی مناطق مرکزی را داده بود و همچنان وعده داده بود که قضیه کوچی‌ها و بهسود را حل می‌کند، اما متأسفانه در اول جوزا وقتی که حکومتش به اتمام رسید، نه تنها که قضیه کوچه ها ختم نشد، بلکه فاجعه بیشتر و بیشترتر شد. همان طوری که در کمپاین های ریاست جمهوری در سالهای قبل وعده داده بود که مسئله کوچی و دهنشین را به صورت اساسی و بنیادی حل می کند و حال تقاضای ما از حکومت وحدت ملی این است که به این مسئله توجه جدی و رسیدگی جدی نماید. فعالان مدنی همچنان تأکید کردند که در صورت ادامه این روند و عدم توجه حکومت برای تأمین امنیت در مناطق بهسود و دایمرداد، شاهراهای کابل قندهار و شاهراه مشترک کابل میدان وردک و بامیان را مسدود خواهند کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در آخرین حمله مهاجمان مسلح که چند پیش بر مناطقی از کجاب بهسود صورت گرفته، 9 تن از افراد جبهه مقاومت مردمی شهید شدند و 1 تن دیگر ناپدید گردید. 1 موتر حامل 2500 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت کابل کشف شد. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه میگوید که نیروهای قطعات خاص این ریاست در عملیات هدفمند 1 موتر نوه هینورا که در آن 2500 کیلوگرم مواد انفجاری جابجا شده بود از ولسوالی بگرامی کشف کردند. در خبرنامه آمده است که ترورستان می‌خواستند از این مواد در ساخت و ساز ماین‌های خودساز و موتربم‌ها جهت انجام حملات انتحاری و انفجاری استفاده نمایند. با گفته ریاست عمومی امنیت ملی، 3 تن در پیوند به این مواد بازداشت شدند. یونسف یا صندوق کودکان سازمان ملل میگوید حمله به مکاتب افغانستان 3 برابر شده. از صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرده که شمار حملات صورت گرفته علیه مکاتب در افغانستان تا 1 سال گذشته حدوداً 3 برابر شده و بیش از 500,000 دانش آموز افغان را از تحصیل بازداشته است. هنری فورد مدیر اجرایی یونسف افزوده است که تحصیلات در افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد و حملات بی‌معنی به مکاتب، کشتارها، جراحات ناشی از این حملات و ربودن معلمان و همچنین تهدید علیه تحصیلات در حال نابود کردن امید و رویای 1 نسل کامل از کودکان است. بر بنیاد بیانیه یونسف، نرخ بالای فقر و تبعیضی که همواره علیه زنان و دختران افغان
افغانستان وجود دارد وضعیت را وخیم‌تر می‌کند و بر حدود 3.7 میلیون کودک که از تحصیل محروم هستند می‌افزاید. یونیسف می‌گوید هم‌اکنون در حال همکاری با شرکای محلی برای ارائه تحصیلات غیر رسمی به کودکان است و از همه طرف‌های درگیر افغانستان می‌خواهد که حمله به مکاتب را متوقف کنند. در نتیجه حمله طالبان بر پست‌های نیروهای امنیتی در شهر فروسکو مرکز ولایت غور 18 تن کشته شدند. شمار از اعضای شورای ولایتی غور میگویند که این حمله شب گذشته بر پست‌های امنیتی در 50 کیلومتری شهر فروسکو مرکز ولایت غور انجام شده است. با گفته آنان در میان کشته شدگان 15 فرد ملکی و 3 سرباز امنیتی شامل هستند. اعضای شورای ولایتی غور افزودند که در جریان این حمله 17 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع ملی از کشته شدن 37 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های مختلف کشور خبر داد. بر اساس خبرنامه منتشر شده از سوی وزارت دفاع ملی، این افراد در نتیجه عملیات‌هایی که طی 24 ساعت گذشته در ولایت‌های پکتیا، هلمند، قندهار، هرات، فرار، لوگر، غزنی، پکتیکا، کاپیسا، غور، بلخ، قندوز و سمنگان را اندازی گردیده بود. شدند. در خبرنامه آمده است که در جریان این عملیات ها 16 تن از مخالفان مسلح دولت زخم برداشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده که سازمان آموزشی و فرهنگی یونسکو 2 میلیون دلار را برای حفاظت از آثار باستانی منار جام ولایت غور کمک کرده. از معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که وقوع سیلاب‌های شدید در ولایت غور منار جام را با خطر تخریب مواجه کرده بود، اما این خطر با کمک مردم محل رفع شده است. از سوی هم رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید که حدود 5000 آبده و میراث تاریخی در کشور وجود دارد که بخش عظیم آنها در معرض خطر قرار دارند. در ادامه رویدادهای داخلی آلا هم گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 25 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، یک یورو 88 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 45 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 65 پول، 1000 روپای هندی 1120 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 536 افغانی. در خارج از کشور، در پی حمله فرد با چاقو به ایستگاه بس در کاواساکی در مجاورت پایتخت ژاپن دست کم 3 تن کشته و 17 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش ها راننده یک بس گفته است که یک مرد که در هر دو دستش چاقو داشت به سوی بس حرکت کرده و به اطفال با چاقو حمله کرده است. مرد مهاجم پس از این حمله گردنش را بریده و جان داده است. مقامات گفتند که 13 تن از زخمیان اطفالند که متعلم مکتب می باشند. هویت مهاجم و انگیزه وی برای انجام این حمل اما تا هنوز معلوم نمی باشد.
کوریای شمالی جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را فرد جنگ طلب و نمود از کاستی بشریت عنوان کرد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که بولتون آزمایش‌های اخیر موشکی کوتاه برد کوریای شمالی را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست. آقای بولتون شنبه گذشته در توکیو پایتخت ژاپن در جمع خبرنگاران گفت که هیچ تردید وجود ندارد که آزمایش‌های موشکی اخیر کوریای شمالی نقض کننده قطعنامه سازمان ملل متحد است و تاکید کرد که تحریم‌ها علیه کوریای شمالی باید باقی بماند. اما پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برخلاف نظر مشاور خود در توییترش نوشت که اطمینان دارد که رهبر کوریای شمالی به وعده‌هایش پابند است. کوریای شمالی در روزهای 4 و 9 ماه می اقدام به آزمایش موشک های بالیستیک کوتاه برد کرد. نیروهای هوایی اسرائیل به پایگاه نظامی سوریه در جنوب این کشور حمله کرده است. بامداد سه‌شنبه خبرگزاری دولتی سوریه گزارش کرد که در حمله هوایی اسرائیل به مرکز نظامی این کشور در روستای خان انبه واقع در قنطیره یک نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش این حمله شامگاه گذشته صورت گرفته است. بیشتر منابع خبری سوریه گفته بودند که اسرائیل به سوی محله در منطقه تحت شعار واقع در قنطیره مشترک پرتاب کرده که چند زخمی به جا گذاشته است. سخنگوی ارتش اسرائیل انجام حملات هوایی در داخل خاک سوریه را تایید کرد. سبستیان کورت صدر اعظم اتریش رای اعتماد پارلمان کشورش را به دست نیاورد و از وظیفه‌اش برکنار شد. رایگیری در پیوند به رسوایی سیاسی انجام شد که حکومت ائتلافی کورتس را سرنگون کرد. وکیلان احزاب سوسیال دموکرات ها و حزب آزادی راست افراطی که تا هفته گذشته شامل ائتلاف کورتس بودند از عدم رای اعتماد پارلمان به او حمایت کردند. آلان رئیس جمهور اتریش باید تا برگزاری انتخابات عمومی صدر اعظم نو را انتخاب کند تا یک حکومت جدید تشکیل بدهد. انتظار می رود که این انتخابات در ماه سپتامبر برگزار شود. چهل محبوس در زندان مشهور شهر مانوی برزیل که در جنگل آمازون موقعیت دارد کشته شدند. این در حالی است که قبل از این نیز 15 تن در نتیجه برخورد بین گروه‌های رقیب تبهکار در زندان کشته شده بودند. در برزیل برخوردها در زندان‌ها عام می‌باشد، زیرا گروه‌های مافیایی مواد مخدر در این زندان‌ها تقریباً کنترل کامل دارد. مقامات اداره جزایی برزیل می‌گویند که این چهل تن هم دیروز دوشنبه زمان کشته شدند که کنترل زندان‌ها از دست پلیس خارج شده بود. آنها می‌گویند که شب گذشته پلیس دوباره کنترل این زندان‌ها را بر دست گرفتند. بیننده های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از این که در این بسته خبری با نگاه بودید. وقتتان خوب. خدا نگهدار.